نوشین خانی اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه تا از روایت های شما بگه. نوشین پریسا، ویدیوی اولی که میخوایم ببینیم مربوط میشه به کیفیت نان که در روزهای گذشته هم شماری از شهروندان و مخاطبان ایران اینترنشنال برای ما ویدیو در همین رابطه فرستادن و از کیفیت نون انتقاد کردن. مهمترین چیزی که شهروندها دارن بهش اشاره میکنن در این باره اینه که شاید قیمت نان تغییر نکرده، اما اندازش بسیار کوچک شده و همطور کیفیتش هم اومده پایین. یک ویدیو با هم ببینیم. سلام، امروز رفتیم نون بگیریم که با این صحنه مواجه شدیم. نونها کوچکتر از قبل شده، ولی خب قیمتش هم افزایش دادن، دونه 3 تومن و خیلی کوچکتر از قبل شده. در ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده، شهروندی از منطقه مطهری کرج از قطعی آب انتقاد میکنه و میگه به دلیل بیکفایتی مسئولان سازمان آب هر شب در این منطقه آب قطع میشه. با همین ویدیو رو ببینیم. با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال، قطع هر شب آب از ساعت 7 غروب الا 2:30 شب به دلیل بیکفایتی مسئولین منطقه مطهری کرج، مسئولین سازمان آب منطقه مطهری. هر شب همین وضعیت رو داریم ما. امیدوارم پخش بشه. در ساعات گذشته کاربران رسانه‌های اجتماعی از کند شدن و عدم دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام خبر دادند. یکی از بیننده‌ها در همین زمینه ویدیویی برای ما ارسال کرده که با هم می‌بینیم. با درود، به شاتل خوش آمدید. For English please press 9. با هدف بهبود شیوه پاسخگویی، مکالمات شما ضبط و شما نظرخواهی خواهد شد. در حال حاضر روی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و اینستاگرام اختلالی وجود دارد که منبع آن خارج از شبکه شاتل است. همکاران ما در حال پیگیری با موادی مربوط هستند. از صبوری شما سپاسگزاریم. در ویدیوی بعدی شهروند دیگری از تجمع شماری از مال باختگان تاج خودرو کاسپیان مقابل این شرکت در قزوین روایت میکنه. به گفته این شهروند این شرکت از مردم پیش پرداخت دریافت کرده، اما هنوز خودروی اونها رو تحویل نداده. 5 مرداد 1401 اینجا پونه قزوین تاج خودرو کاسپیان قزوین کلاهبرداری کرده، ماشینای مردم نمیده فرار کرده. اما ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که حفاری قبر یک امامزاده در روستای گوشه در استان چهارمحال و بختیاری رو نشون میده و بر اساس گزارش‌ها این اقدام به نیت کشف گنج در این مکان انجام شده و علاوه بر این برخی از اشیای موجود در این مکان هم به سرقت رفته. ببینیم. گاو و طلا، مس و جوهره امامزاده کوشه است که دوستان دیشب حمله کردن و هر چی داشتن روش بردن. شک نکنید خود امام حسین هم خود باید به دریافت. اینا خیلی بزرگوارن، اینا سر و تحملش زیاد نشونش میده. مطمئن نشون 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 و در پایان این بخش هم ویدیویی ببینیم از حیات خانه هوشنگ ابتهاج که برای مراسم تشییع پیکر این شاعر و پژوهشگر برجسته ایرانی آماده میشه. پیکر هوشنگ ابتهاج قرار است چهارشنبه 26 مرداد به تهران برسه و مراسم تشییع پیکر این هنرمند روز پنجشنبه 27 مرداد انجام خواهد شد.